به ایستگاه خبری تلویزیون ایران آزادی خوش آمدید. 19 اسفند 1402 برابر با 9 مارس 2024. سلام دارم به همه شما شنوندگان ایران آزادی. نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. واکنش امیر عبداللهیان به اقدام شرکت متا در بستن حساب‌های اینستاگرام و فیسبوک خامنه‌ای. اقدام امپراتوری متا غیر اخلاقی و توهین به دنبال کنندگان مواضع و اخبار ایشان است. ایزه 18 اسفند 1402. همزمان با سفر رئیسی جلاد، ابراز خشم با ارائه تراکت‌های خوزستان جای جلاد 67 نیست. ایزه رئیسی برو گم شد. زود دویچه سایتون: رژیم ایران حکومتی مرگ‌آفرین که در سال گذشته حداقل 834 نفر را اعدام کرد، همونطور که چندین سازمان اکنون گزارش می‌دهند. این شکل افراطی خشونت در درجه اول به عنوان ابزاری برای حفظ قدرت در خدمت آخوندها است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در نخستین گزارش خود سرکوب خشونت‌آمیز قیام سراسری 1401 را مصداق جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران دانست. خواستار جعفری سرکردی پیشین سپاه: فتنه سال گذشته فتنه خطرناکی بود که میخواست سد عفاف و حجاب را بشکند. متاسفانه در فتنه سال گذشته بسیاری از مسئولی و بخشی از مردم مردود شدند. توییت حمید رسایی عضو مجلس 12. بعد از فحاشی روزنامه جوان و توهین‌های خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس با اشتراک گذاشتن یک پست خواستار رد اعتبارنامه حمید رسایی شد. اگر این طلبه از این ادا و اطوار با میترسید رسایی میشد، مگر وارد چه منطقه ممنوعی شده؟ مگر زیر چه میزی زده که برا شفته اید؟ این رسانه ها از کجا خط میگیرند؟ آخوند صادقی نماینده خامنه ای در سپاه: همه مسئولین از سخنان اختلاف افکن خودداری کنند. نمایندگان جدید بدانند این کرسی ها ابدی نیست. بانکی پور عضو مجلس ارتجاع: بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما 3 میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. به دنبال شکست شعبده انتخابات، محمد مهاجری از محتفای باند غالب نظام آخوندی خطاب به پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی جلاد نوشت: آقای وزیر، عمل کرده شما در 12 ماه اخیر باعث شد افتخار کم مشارکت تنید.